چندین سال پیش که بازار تاریخ سازی و وارون نویسی تاریخ درباره زنده یاد محمد مصدق بسیار گرم شده بود و افراد زیادی به بهانه اینکه میخواهند بازبینی کنند دوران مصدق رو نوشتار به چاپ میرساندند، کتاب منتشر میکردند، از جمله کتاب آقای متینی رئیس پیشین دانشگاه مشهد به چاپ رسید و سپس تحت تأثیر اون کار و کارهای دیگری که آقای انجام داده بودند و در همچیدن پاره ای از اسناد وارونه و نیمه ساخته و قیچی شده و غیره، کتابی بیرون آمد به نام اسمش هم گاه فراموش، آسیب شناسی یک شکست. و بنده هم به پیشنهاد و اصرار دوستان کتابی نوشتم به نام سوداگری با تاریخ که امروز تقریبا نایاب هست، یعنی به چاپ رسید و در این سفرهایی که من داشتم تقریبا بیشتر اونهایی که من در دست داشتم به فروش رفت و ناشر هم شمار چندانی امروز در دست نداره و امیدوار هستم که چاپ دومون به زودی منتشر بشود. در همون هنگام هم به همه علاقمندان دوستان گفته بودم که این کار سوداگری با تاریخ کار ناتمامی است و جلد دومی و شاید هم جلد سومی رو به دنبال خواهد داشت. در زمستان سال گذشته بود که در میان کارهای دیگری که انجام داده بودم، چند کتاب دیگری که در این فاصله منتشر کردم و کتابهای دیگری که فراهم کرده بودم برای چاپ، جلد دوم سوداگری با تاریخ به پایان رسید و بنا بود که به ناشر بسپارم. در همین هنگام سفری داشتم به اروپا و دیداری در کنار یک کنفرانس با یکی از پژوهشگران، دوست پژوهشگر ارجمندی که بریتانیایی است، انگلیسی است و به مسائل ایران بسیار آشنا و من در فراهم کردن جلد دومی کتاب از او هم یاری گرفته بودم برای آشنایی هایی که نسبت به اسناد دولت بریتانیا تا حدودی می داشت، با اینکه اینتلیجنس سرویس انگلیس اسناد خودش رو در این زمینه منتشر نکرده. به من گفت که شما این کتاب جلد دوم کتابتون رو هنوز چاپ نکنید، زیرا از راه دوست مشترک دیگری که یک پژوهشگر آمریکایی آشنا به مسائل ایران بود به آگاهی من رساند که مدت هاست که یک پرونده تازه‌ای از اسناد مربوط به ایران، اسناد دوران سالهای 52 تا 54 1952 تا 54 دوران زمامداری زنده یاد محمد مصدق، از اسناد وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا و سازمان CIA فراهم شده و در دوران آقای اوباما از انتشار اون جلوگیری کردند و هنوز هم ما به انتخابات این دوره نرسیده بودیم و هنوز آقای اوباما سر کار بودن. او گمان میکرد که شاید، چون فکر میکرد که خانم کلینتون انتخاب بشوند، در دوره خانم کلینتون این مجموعه منتشر خواهد شد. از جزئیات مجموعه آگاهی نداشت ولی بر این باور بود، باز با برپایه آنچه که این دوست مشترک آمریکایی ما به ما گفته بود که روابط داشت، آشنا بود با کارهای دستگاه‌های امنیتی آمریکا، میگفت اسناد زیادی در این مجموعه است که تاکنون منتشر نشده و شما اگر میتوانید یکی دو ماه دست نگه دارید و این جلد دوم رو منتشر نکنید تا شاید این اسناد به درد شما بخورد. و چه اندرز نیکی ایشان به من دادن. البته انتشار این اسناد بیشتر از آن زمانی که من گمان میکردم به درازا کشید و من رو واداشت که در این هفته های گذشته به بازبینی و بازسازی جلد دوم سوداگری با تاریخ بپردازم و امیدوار هستم که تا میانه ماه ژوئیه جولای این رو به ناشر تحویل بدهم و به همین دلیل هم بخشی از آن که در جلد دوم آورده بودم به جلد سومی خواهد رسید. پیشینه این اسناد چیست؟ نخست این که من در دو هفته گذشته در برنامه یک کلمه و همچنین در برنامه با آقای مهری، در دو برنامه به این اسناد اشاره کوتاه گذرایی کردم. یک پوزش هم به شما هم میهنان بدهکار هستم. من در برنامه یک کلمه اشاره کردم که این اسناد منتشر شده، در برگیرنده چند سند تازه است. در برنامه با آقای مهری هم گفتم که اسناد تازه‌ای در این مجموعه اسناد وجود داره. همون آقایی که این
سوداگری با تاریخ در نقد به کار او نوشته شده بود، بیدرنگ یک بیانیه صادر کرد و با ناسزاگویی به بنده، با بهرهگیری از واژه هایی که به راستی نباید به کار برد، گفتن که بنده دروغ گفتم و این اسناد تازه نیست. این است که من در این برنامه از شما همیهنان پوزش میخواهم که گفتم در این مجموعه چند سند تازه وجود داره. چرا پوزش میخواهم؟ نه به این دلیل که چند سند تازه وجود نداره، بلکه این اسناد 90% تازه است. من هنگامی که گفتم چند سند تازه وجود داره، هنوز همه اسناد رو نخونده بودم. هنگامی که این اسناد رو خواندم، دریافتم که ما با یک گنجینه ای از اسناد تازه روبرو هستیم و امروز هم به آگاهی شما خواهم رساند که تا چه اندازه این اسناد تازه در داوری های من در زمینه رویدادهای اون سالها و نقش ایالات متحده آمریکا تأثیر گذارده و برخی از داوری های من رو اصلاح کرده. بنابراین این اسناد کاملا تازه است. این که من گفته بودم اسناد تازه‌ای در میان اونهاست نادرست است. نه اینکه اسناد تازه‌ای در میان اونها نیست، بلکه ناکافی است. و این آدم هایی هم که گفتن که امینی شتابان داوری کرده، بیایند و اگر می توانند این اسناد رو بخوانند و ببینند که تا چه اندازه این اسناد تازه است. تاریخچه انتشار این اسناد هم باز می گرده به نخست سال 1989 که وزارت امور خارجه آمریکا جلد نخستی رو در اون هنگام گفته می شد این جلد کاملی است از مجموعی آنچه که به نام فروس معروف است، Foreign Relations of United States، آرشیوی رو مربوط به ایران در این مجموعه چندین جلدی که به تمام دنیا مربوط می شود به چاپ رساند. البته اینها چاپ اینترنتی است، در تارنمای وزارت امور خارجه آمریکا وجود داره. البته شما خود کتاب رو هم می توانید به صورت فتوکپی شده یا چاپ شده خریداری کنید. این کتاب رو، این مجموعه اسناد مربوط به ایران رو که در سال 1989 به چاپ رسیده بود، دو نفر از دوستان بسیار بسیار فرهیخته من در ایران در مجموعه به نام اسناد سخن میگویند به فارسی بازگرداندند و به چاپ رساندند. بیشتر در برگیرنده گزارش های وزارت امور خارجه، گزارش های سفارت ایران، سفارت آمریکا در ایران به وزارت امور خارجه و گزارش ها و یا دستورهای وزارت امور خارجه به ایران است. در سال 2000 یک سندی منتشر شد که به خامه کسی بود به نام دونالد ویلبر که به نام برنامه آژاکس یا ایجاکس معروف بود، تی پی آژاکس، و در اون سند مجموعه گزارشی بود که 6 ماه بعد از کودتا فراهم شده بود، مجموعه پروژه کودتا رو و زمینه سازی و نتیجه گیری کودتا رو در جزوه‌ای که او دونالد ویلبر برای CIA تهیه کرده بود گرد آورده بود و این سند به روزنامه نیویورک تایمز درس کرد و چاپ شد و بعد هم چندین بار چاپ شد و در ایران هم چندین بار به فارسی برگردانده شده. خود من هم در برگرداندن و یافتن نامهایی که در این کتاب سیاه شده بودند یاری رساندم به کسانی که این کتاب رو بارها منتشر کردند یا به چاپ رساندند، و در کار سوداگری با تاریخ هم این نام ها رو تا اونجایی که می توانستم نشان دادم که این افراد چه کسانی هستند، و تا حدود زیادی توانستم، می توانم بگویم 75% نام هایی که سیاه شده بود رو دریابم که چه نام هایی بوده. پس از انتشار این سند که بنا نبود منتشر بشود، و این سند در سال 1954 نزدیک به 6 ماه پس از کودتا در خود CIA برای درسگیری از پروژه کودتا فراهم شده بود، اعلام کردند که سند دیگری در دست نیست. رئیس بخش تاریخ CIA، هیستوریان CIA، در یک مصاحبه‌ای همراه با چند نفر دیگر گفتند که بسیاری از اسناد مربوط به اون دوران که به CIA مربوط می شود در انباری بوده و اینها سوخته و یا از بیان رفته، تا اینکه این مجموعه تازه اسناد به چاپ رسید. این مجموعه تازه اسناد 300 و اندی سند، بیش از 1000 صفحه،
نشان می‌دهد که بسیاری از اون اسنادی که ادعا می‌کردند سوخته و از میان رفته، نسوخته و از میان نرفته. از جمله مسائلی که در این اسناد برای من بسیار جالب بود، نقشی بود که آقای آلن دالس از همون آغاز کار در برنامه ریزی برای براندازی مصدق انجام میداده. اجازه بدهید که تاریخچه‌ای در این زمینه برای شما بازگو کنم. یکی از معتبرترین، بزرگترین مؤسسه های یا ساختارهای حقوقی وکالتی آمریکا کمپانی است به نام S&C که مخفف سالیوان و کرامول هست. این شرکت که در سال گذشته، در سال 1916 درآمدش بیش از 1.5 میلیارد دلار بوده، نزدیک به 1.5 میلیارد دلار بوده و نزدیک به 900 وکیل در 7 یا 8 دفتر بزرگ در کشورهای مختلف جهان در استخدام داره، در سال 1879، اجازه بدید که مطمئن باشم، بله 1879، به کوشش این دو نفر، یعنی همین آقای سالیوان و کرامول، در نیویورک پایه‌گذاری شد و خیلی زود توانست به یکی از معتبرترین نهادهای حقوقی، نهادهای وکالتی، شرکت‌های وکالتی باید گفت در آمریکا و در دنیا تبدیل بشود و یکی از نخستین شرکت‌های حقوقی آمریکا بود که دریافت باید جنبه بین‌المللی پیدا کنه، دفترهای بین‌المللی ایجاد کرد، از جمله در ایتالیا، در آلمان، در بریتانیا، سوئیس دفترهای تازه‌ای رو درست کرد و در اون هنگام نه به عنوان S&C بلکه به نام سالیوان اند کرامول معروف بود. مردی که در سال 1926 از دانشگاه جورجتان در واشنگتن، یکی از معتبرترین در مدرسه های حقوق آمریکا، رشته حقوق رو به پایان رسنده بود، به یاری برادرش که در این کمپانی نفت، در این کمپانی حقوقی یکی از پارتنرها بود، یکی از شرکا بود. ببین در آمریکا به این گونه است که در یک شرکت حقوقی بزرگ شمار زیادی افراد کارکنان هستند، اسوشییت هستند به قول معروف، و شماری پس از مدتی کار کردن و آوردن درآمد برای فراهم کردن درآمد برای این شرکت و کار نیک انجام دادن برای شرکت، امکان می‌یابند که پارتنر بشوند، یعنی سهامدار اصلی شرکت بشوند. آقای به نام جان فاستر دالس یکی از سهامداران یا شرکای شرکت حقوقی همین شرکتی که اشاره کردم، سالیوان و کرامول بود. برادر کوچک او به نام آلن دالس در سال 1926 از دانشگاه جورجتان واشنگتن در رشته حقوق فارغ التحصیل شد و در این شرکت سالیوان و کرامول استخدام شد و بعدها او هم یکی از شرکای این شرکت شد. بگذاریم که این شرکت تا هنگام به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان همچنان دفتر کار در آلمان داشت و با اینکه به این شرکت فشار آورده بودند که این دفتر خودش رو در آلمان تعطیل بکنه، در برلین، در سال 1934 بود که سرانجام این دفتر رو در برلین تعطیل کردند. البته به دروغ در اسناد نوشتن که ما در سال 1933 این دفتر رو تعطیل کردیم، یعنی برای اینکه جنبه برحال وچه این شرکت رو حفظ کنن و نشان ندهن که این شرکت با شاید آدم هایی که با هیتلر نزدیک بودن یا با موسولینی نزدیک بودن همکاری هایی داشتن که می داشتن. یکی از مهمترین رشته های درآمد این شرکت سالیوان و کرامول کمپانی های نفتی در دنیا بود. سال گذشته یا شاید دو سال پیش این شرکت S&W 18 میلیارد دلار، یعنی یک قراردادی رو، یک پیمانی رو با دولت‌های آمریکا و مکزیک و چند کشور دیگر به امضا رساند که شرکت بریتیش پترولیوم BP
بابت اون رویدادهایی که در خلیج مکزیک باعث ویرانی های زیادی شده بود 18 میلیارد دلار خسارتی رو بدهد که شرکتی که این رو مذاکره کرد و به انجام رساند و جلوگیری کرد از ورشکست شدن شرکت بی پی همین کمپانی سالیوان و کرامبل بود، S&W. ولی جالب اینجاست که این کمپانی، این شرکت بزرگ حقوقی، بخش بزرگی از درآمد سالیانه خودش رو از شرکت‌های نفتی دنیا دریافت می‌کنه. نزدیک به 37 شرکت بزرگ نفتی جهان مشتری‌های این شرکت سالیوان و کرامبل هستند. در سال 1945 یکی از مشتری‌های درجه یک کمپانی سالیوان و کرامبل شرکت نفت ایران و انگلیس بود. و این دو برادر، یعنی آلن دالس و جان فاستر دالس، که شرکای این کمپانی بودند، شرکت حقوقی بودند، یکی از مشتری‌های اونها که به اون رایزنی می‌کردند و نمایندگی می‌کردند این شرکت رو، شرکت نفت ایران و انگلیس بود. چند سال پیش از کودتا، یعنی در سال 1950، آقای آلن دالس به کوشش رئیس آن زمان سازمان سیا، یعنی جان بیدل اسمیت، جنرال بیدل اسمیت، معاون سازمان سیا در برنامه ریزی های پنهانی شد. یعنی یکی از مهمترین بخش های سازمان سیا که مدیریت پروژه های محرمانه سیاست، کوورت آپریشن یا برنامه های پنهانی سیاست، این آقای آلن دالس که شریک در این شرکت نفت، شرکت حقوقی بود و یکی از مشتری های این شرکت حقوقی، شرکت نفت ایران انگلیس بود، به این درجه بلند پایه یا در واقع جایگاه دوم یا سوم در CIA رسید. CIA هم سازمان نوپایی بود، بیشتر نام دیگری داشت. و این آقای بدل اسمیت در اون هنگامی که CIA تشکیل شد، رئیس پیشین اون مؤسسه بود که بعدها به CIA تبدیل شد. و سرانجام آقای آلن دالس بعد از اینکه آقای آیزنهاور رئیس جمهور شد، اولین رئیس غیر نظامی CIA شد. یعنی تا اون هنگام دو رئیس پیشین سازمان CIA از نیروهای نظامی آمریکا برخواسته بودند، مانند بدل اسمیت، جنرال ارتش بودند. خب توجه کنید، در سال 1951 دکتر محمد مصدق به نخست وزیری رسیده و پروژه مصدق ملی کردن صنعت، اجرای پروژه ملی کردن صنعت نفت در سراسر ایران و معاون سازمان سیا در زمینه امور پنهانی، از جمله برای پروژه هایی که دگرگونی ها رو در کشورهای دیگر دنبال میکنه، آقای آلن دالس است. آلن دالسی که افسون بر این که همراه با برادر خود یکی از ضد کمونیست ترین شخصیت های دولت آیزنهاور به شمار می آمدن، البته هنوز ترومن سر کاره در این هنگامی که من سخن میگویم، در این حال آدمی است که در شرکتی شریک بوده که یکی از مشتری های این شرکت، شرکت نفت ایران و انگلیس بود. در اون زمان ما با اینترنت و تلویزیون و گوگل و پژوهش‌های امروزی روبرو نبودیم که خیلی زود دریابند که این شغلی که آقای آلن دالس داره یک نوع گرفتاری برای او ایجاد میکنه، برای که او میخواهد با مسائل ایران درگیر بشود، در حالی که کارکن و درآمد بگیر شرکتی بوده که این شرکت، شرکت نفت ایران انگلیس رو نمایندگی میکرده. و اگر امروز در دنیا این اتفاق میافتاد، در ایالات متحده آمریکا اتفاق میافتاد، بلافاصله این فرد باید خودش رو از این کار کنار میکشید. ولی در اون زمان ما با چنین آگاهی های روبرو نبودیم، این آگاهی ها رو در دست نداشتیم. و این است که آقای آلن دالس از این شرکت حقوقی به معاونت CIA رسید و رئیس بخشی شد که عملیات پنهانی CIA رو باید سازمان بده. و
درست در همون زمانی که ایشان به چنین شغلی رسیده، فردی که شرکت نفت ایران انگلیس او رو بزرگترین دشمن خودش میدانه، دکتر محمد مصدق، در پیشاپیش جنبش ملی شده صنعت نفت به نخست وزیر ایران رسیده و در سخنرانی خودش در مجلس برای پذیرفتن شغل نخست وزیری دو برنامه در برابر خودش قرار داده: اصلاح قانون انتخابات و اجرای ملی شدن قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور. انگلیسی ها با کارهای مصدق آشنا بودن، او رئیس کمیسیون نفت بود، کمیسیون ویژه نفت بود که طرح ملی شدن صنعت نفت رو این کمیسیون تصویب کرد و سپس به مجلس آورد و مجلس به اتفاق آرا در آستانه نوروز سال 1330 در 29 اسفند سال 1329 این قانون رو تصویب کرد. بنابراین مصدق به عنوان نماد استقلال ایران، نماد ملی شدن صنعت نفت ایران، در اردیبهشت سال 1330 به نخست وزیری میرسه و در این هنگام رئیس بخش پروژه های پنهانی و براندازی سازمان CIA آقای آلن دالس هست که بعدها رئیس CIA شد. من تا پیش از دستیابی به این اسناد جدید بر این باور بودم که تا پیش از اینکه آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا بشود، سیاست دولت ایالات متحده آمریکا در این بوده که با مصدق همکاری کنند و یا میانجیگری میانه ایران و بریتانیا، ایران و شرکت نفت ایران انگلیس بکنند. این اسناد که منتشر شد، من دریافتم که نه، همون گونه که در جریان کودتای 1299 ما با دو گونه سیاست، یکی سیاست وزارت امور خارجه بریتانیا که طرفدار پیمان 1919 بود و دیگری سیاست وزارت جنگ و مستعمرات، هر دو وزارت که چرچیل گاه این رو گاه اون یکی رو اداره می کرد و آیرون ساید نماینده او در ایران بود، اونها با کودتا موافق بودند و این سیاست رو برخلاف سیاست رسمی دولت انگلیس در ایران اجرا کردند. دریافتم که در ایالات متحده آمریکا هم ما با این دوگانگی سیاسی روبرو بودیم، ولی اسنادی در دست نداشتیم که نشان بدهد که سیاست برانداختن مصدق که همراه با سیاست بریتانیا بوده از همون آغاز زمامداری مصدق تا چند اندازه نیرومند بوده در درون ساختار رهبری ایالات متحده آمریکا. یعنی در واقع ساختار CIA رو این سیاست اداره می‌کرده و سازمان CIA کارشکنی در زمینه بهبود روابط ایالات متحده آمریکا با ایران انجام داده. این اسناد موجوده. البته اینجا یه حاشیه بروم، چون بیانیه یا نوشته ای رو منتشر کردن که بله این امینی دروغ گفته، این اسناد تازگی نداره. از شما خواهش میکنم، از هممیهنانی که میخواهند به این موضوع آشنا بشوند، به نوشته کوتاهی که دکتر استفان رندالف، تاریخ پژوه هیستوریان CIA، در پیشگفتار این مجموعه هزار صفحه‌ای نوشتند نگاه بکنند. ایشان میگویند که این مجموعه بخشی از زیرسری اسناد سیاست خارجی کابینه های هری ترومن و دوایت آیزنهاور است. اگرچه این دفتر یک بازبینی و یا نگاه دوباره با این انگیزه است که افسوده باشد بر جلد دهم دفتر سیاست خارجی که در سال 1954 در سال 1989 به چاپ رسید. یعنی دفتر دفتر تازه است و میگویند که در این دفتر ما اساساً به کوشش هایی که در سازمان CIA برای براندازی مصدق، با همین عبارت هم استفاده می کنند، Overthrow of Iranian Prime Minister Dr. محمد مصدق، سازمان میاد، به این در این اسناد می پردازیم. اما چرا من می گویم که من دریافتم که این اسناد نشان می دهد که نه در هنگام انتخاب آقای آیزنهاور در پایان سال 1952 که میدونید در ژانویه 1953 آیزنهاور سوگند ریاست جمهوری خورد و 6 ماه پس از اون هم دولت مصدق برانداخته شد، تا امروز همه تصور میکردیم که خود من هم که چرخش اساسی در سیاست ایالات متحده آمریکا نسبت به مصدق پس از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی جمهوری خواهان و آقای آیزنهاور در انتخابات ماه نوامبر سال 52 بوده.
این درست است که در هیئت سیاست خارجی، در سیاست رسمی خارجی ایالات متحده آمریکا تغییر و دگرگونی از زمان آیزنهاور روی داده، ولی اسناد نشان می‌دهد که از همون آغاز کار این دوگانگی در سیاست خارجی، در سیاست رهبران دولت ایالات متحده آمریکا وجود داشته. من سندی رو در اینجا از مجموعه این اسنادی که میگن هیچ وقت تازه نبوده، سندی رو برای شما از نشست مدیران سازمان سیا، مدیران بخش‌های مختلف سازمان سیا، 6-7 نفر بودند. اینها یکی هم آلن دالس هست که رئیس یکی از مهمترین بخش‌های سازمان سیا است. این نشست یک هفته پس از، 10 روز پس از آغاز نخست وزیری مصدق در ساختمان مرکزی سازمان سیا در لنلی ویرجینیا برگزار شده. این سند تا به امروز در دست ما نبوده. این سند برای نخستین بار 2 هفته پیش در اختیار ما قرار گرفته. ما گمان می کردیم که چنین گرایش هایی در درون سیا وجود داشته باشه، ولی نه در چنین جایگاه بالایی، نه نفر دوم یا سوم سازمان سیا، نه رئیس بخش برنامه ریزی پنهانی سازمان سیا، یعنی آقای دالس. من نخست عبارت انگلیسی این رو برای شما میخوانم و سپس برگردان فارسی رو. مستر دالس استیتد، ببخشید انگلیسی رو نمیخوانم چون بیشتر همیهنان شاید آشنا نباشن به زبان انگلیسی. در کارهای انتشار وقتی کتاب منتشر شد متن انگلیسی رو خواهید دید. میگوید که آقای دالس گفتند که به داوری ایشان تنها راه، چون پرسش کرده بوده رئیس سیایی که در مقابل نخست وزیر تازه ایران که برنامه اجرای ملی شدن صنعت نفت رو در دست داره و دولت بریتانیا سخت با اون مخالف هست، ما چه سیاستی رو باید در پیش بگیریم؟ آقای دالس رئیس بخش برنامه‌ریزی پنهانی سازمان سیا چنین فرمودند: یک هفته پس از آغاز زمامداری مصدق، نه دوران نخست وزیر ریاست جمهوری آیزنهاور یعنی 2 سال پیش، بلکه در همون آغاز کار، مستر دالس، آقای دالس گفتند که به داوری ایشان تنها راه نجات از شرایط بحرانی در ایران در این است که شاه مصدق رو براندازه، مجلس رو تعطیل کنه و مدتی از راه فرمان کشور رو اداره بکنه، یعنی فرمانهای دولت مشروط تعطیل کنه، و شاید در یک زمان دیرتری یک نخست وزیر تازه‌ای به کمک ما به جای مصدق بنشینه. فعلا نخست وزیر ایران لازم نخواهد داشت. At a later date a new prime premier could be installed، نه تا انتخاب بشود، installed، گذارده بشود، with our help. ببینید اونهایی که میگویند ایالات متحده آمریکا در آغاز کار هیچ نقشه مخالفتی با مصدق نداشته، این اسناد در دستشون نبوده. ما آگاه هستیم از دشمنی هایی که وجود داشته، از کارهایی که دولت بریتانیا برای قانع کردن رهبران سیاسی آمریکا برای دشمنی با مصدق انجام میدادند، چون همه گزارش ها گواهی بر این است که بسیاری از دیپلمات ها، بسیاری از کادرهای وزارت امور خارجه آمریکا طرفدار همکاری با مصدق بودن و خود مصدق هم در نخستین دیدار با گریدی و دیدار با دیگران بر این پافشاری کرده که من خواهان روابط خیلی خوب با آمریکایی ها هستم و آمریکا رو دوست ایران میدانم. و گزارشگر سفارت ایالات متحده آمریکا در این هنگام به وزارت امور خارجه نوشته که دکتر مصدق سخت دشمن بریتانیا است، از اتحاد جماهیر شوروی هم بسیار بیمناک است و اون رو دوست نزدیک ایران نمیشناسه، میگوید که خطری از سوی اونها متوجه ایران هست، ولی آمریکا رو دوست ایران به شمار می آورد. در اون هنگام آقای دالس میگوید که چنین نیست، تنها راه این است که ما شاه رو قانع کنیم که مصدق رو براندازه، مجلس رو تعطیل کنه، از راه فرمان کشور رو اداره بکنه، یک دیکتاتور تمام عیار بشود، که خود شاه با این دست با این حرف مخالف بوده. تمام اسناد نشان میدهد که شاه در اون هنگام پایبندی هایی به قانون اساسی داشته. و سپس آقای رئیس سازمان CIA میگوید که آقای دالس با آقای ماتیوز
و مکی تماس بگیرند در وزارت امور خارجه و این پروژه خودشون رو که پروژه برانداختن مصدق از راه شاه هست و اداره کشور از سوی فرمان بدون مجلس، این رو با وزارت امور خارجه آمریکا در میان نهند. این برنامه ریزی یا این تمایل سازمان سیا یک هفته پس از نخست وزیری دکتر محمد مصدق است. روی اسناد دریافتم که از همان آغاز یک دوگانگی در میان سیاستمداران و بزرگان ایالات متحده آمریکا نسبت به ایران، نسبت مصدق وجود داشته. گروهی میخواستن میانجیگری کنند که آقای اچسون وزیر امور خارجه آمریکا در پیشاپیش اونها بوده و همچنین آدم هایی که در کادر دیپلماتیک وزارت امور خارجه آمریکا بودند، اینها بیشتر خواهان یک نوع کنار آمدن با ایران بودند. این سیاست خودت رو منم هست که میخواسته میانجیگری کنه تا حدودی نفوذ بریتانیا رو در خاورمیانه بکاهه و در پیمان نفتی آینده با ایران ایالات متحده آمریکا هم بهره ای از این پیمان بگیره. سیاست آقای دالس رئیس و رئیس سازمان سیا و بسیار دیگر از کسانی که در تشکیلات امنیتی آمریکا کار میکردن و با ماموران بلندپایه اینتلیجنس سرویس آمریکا و انگلیس تماس داشتند، اینها با این سیاست مخالف بودند. اینها همون خط چرچیل رو دنبال میکردند که برانداختن مصدق بوده به هر قیمت و کار نکردن و کرار نیامدن با او. من در اینجا تنها اشاره گذرا به برخی از این اسناد میکنم. یکی از مجموعه اسنادی که در این بخش تازه اسناد وجود داره و یاری میرسانه و به کامل شدن کتاب جلد دوم کتاب من هم یاری رسانده، نقش کاشانی در این میان است. خب برداشت در این بوده که کاشانی شاید خیلی دیرتر وارد روابط با آمریکایی ها شده. پسر ایشان که یک بار هم با من در درگیری نظری داشتن در یه برنامه تلویزیونی، مدعی است که چنین چیزهایی اصلا دروغ است. پدر ایشان هیچگاه با آمریکایی ها تماس نداشته و اگر هم کسانی از سوی آمریکایی ها با او تماس می گرفتند، آقای کاشانی با سردی به ایشون برخورد می کرده. گزارشی است از همین اسناد سازمان سیا که روز 20 مرداد 1331 یعنی 20 روز پس از 30 تیر، یک نماینده بلندپایی از سوی ایالات متحده آمریکا به درخواست خود کاشانی که یک کسی رو فرستاده بوده سراغ اونها با کاشانی دیدار میکنه. جالب اینجاست که در گزارش هایی که از رویدادهای پیش از 30 تیر در دست است، گزارش های هم سفارت و هم سازمان سیا، از کاشانی به عنوان یک ملای ضد آمریکایی یاد می شود و حتی اشاره می شود که شمس قنات آبادی که در اون هنگام از رایزنان برجسته کاشانی بوده و در یکی از این اسناد گفته می شود که داماد کاشانی هم هست که گمان نمی کنم درست بوده باشه، اشاره می شود که بله آقای شمس قنات آبادی اصلا خواهان کشتن خارجی ها در ایران هستند. همه اینها رو در اسناد گزارش ها دادن، گزارش هایی که گاه گزاف گویان است و از این جست هایی که می گرفتن آدم هایی مثل شمس قنات آبادی و مله های دیگر، اینها رو به حساب یک چهره ضد آمریکایی و ضد غربی اونها میگذاشتن. و حتی در یکی از این گزارش ها آمده است که شمس قنات آبادی بران بوده که شخصا برود و قوام السلطنه رو در همون روزهای 26 تا 30 تیر که قوام السلطنه نخست وزیر شده بوده او رو بکشه، که اینا همگی ساختگی است. یعنی از این شعارهای دروغی است که آدم های مانند قنات آبادی و کاشانی و دیگران میدادند و بیشتر برای راضی کردن تندروترها مانند فدایان اسلام بوده. چه کسی به این دیدار می رود؟ رئیس اصل 4 در ایران، یعنی تصمیم می گیرن کسی رو بفرستن که دارای هم اعتباری باشه و هم پنهان باشه این دیدار، یعنی رسما از طرف سفارت نباشه، بلکه آقای وارن که رئیس اصل 4 در ایران هست. می دونید که پروژه اصل 4 در دوران ترومن در مجلس آمریکا تصویب شد و اولین کشوری در جهان که اصل 4 در اونجا اجرا شد ایران بود و
این آقای رئیس اصل چهار در این 20 مرداد 1331 چه کسی رو به عنوان مترجم با خودش میبره؟ در اون هنگام مترجم های زیادی در سفارت ایالات متحده آمریکا در ایران کار میکردن، آدم های ناشناختهی که میتوانستن به عنوان مترجم بروند، ولی نه، ایشان اردشیر زاهدی رو همراه خودش که در اصل چهار هم کار میکرده به عنوان مترجم با خودش میبره. یعنی در واقع در این دیدار به طور غیر رسمی سپهبد فضل‌الله زاهدی هم حضور داره، شخصا حضور نداره ولی از طریق فرزندش در این دیدار با کاشانی حضور داره. یه روابطی هم در این دوران با کاشانی به وجود میاد، میان زاهدی و کاشانی، که بعدها در بس نشستن و پناهجویی زاهدی به مجلس و یاری کاشانی و فرزندش به او در جاهایی من اشاره اون کردم. ایشان میگویند که دیدار به درازا کشید و در این دیدار یکی از کسانی که نشسته بود و در این دیدار فعال شرکت داشت آقای شمس قنات آبادی بود. این گفتگوهای با کاشانی از اینجا آغاز میشود و در مجموعه اسناد میبینیم که رفته رفته کاشانی بیشتر بیشتر نه تنها جانب آمریکا رو میگیره، بلکه 3 ماه پس از اون در یکی دیگر از گزارش ها آمده است که کاشانی به یکی از ماموران مرتبط با CIA گفته است که، یا یکی از ماموران مرتبط با CIA به CIA گزارش داده که کاشانی در سودای کودتا علیه مصدق است و با گروه افسران بازنشسته ناراضی با اونها همکاری میکنه و با زاهدی در ارتباط است. ببینید چگونه آدمی که ظاهراً خیلی شعار تند ضد غربی و ضد آمریکایی میداده در نهان با چه نقشه هایی این پروژه برانداختن مصدق رو دنبال میکنه. در گزارش های سازمان سیا نقش خیلی برجسته‌ای برای کاشانی قائل هستیم. البته نشان میداد که سازمان سیا و آدمهاش با روحانیان دیگری در تماس بودند، از جمله با آقای بهبهانی، حتی با بروجردی تماس گرفتند، ولی بروجردی روی خوشی چندان نشان نداده، دست کم در اسناد نشان داده نمی شود. ولی کاشانی تقریبا می توان گفت که به طور دائم در ارتباط هست و گزارش، البته با خود کاشانی تماس ندارند، با پیرامونیان کاشانی و آدم هایی که نزدیک به کاشانی هستند ارتباط دارند. در یکی از گزارش های پیشین آمده، در اینجا نیست، در گزارشی که در اسناد وجود نداره ولی در مصاحبه ای یکی از مامورین بلندپایه CIA به 2 نفر این رو گفته، از جمله آقای احمد اشرف، گفته می شود که این مامور بلندپایه CIA پاکت پول 10,000 دلاری رو در بامداد روز 28 مرداد به آقای آرامش سپرده که آرامش این رو به کاشانی بدهد. البته من گمان نمی کنم که کاشانی در سودای دریافت پول بوده باشه، بلکه این پول ها رو پخش می کردن بین آدم های دیگر که اونها در واقع این خدمت رو انجام بدهند. فکر نمی کنم کاشانی به دلیل پول با مصدق دشمنی داشته، او خودش رو رقیب می دانسته و می خواسته همه کاری در واقع او بشود و انگیزهای دیگری که در پیش است. یک مورد بسیار برجسته دیگری که باز می توانیم در این اسناد ببینیم، پروژه ایست که از شاید 1 ماه پس از آغاز زمامداری مصدق به طور سازمان یافته از سوی سازمان سیاه برای تماس با عشایر جنوب ایران، به ویژه قشقایی ها و بختیاری ها، هر دو سران بختیاری و قشقایی، همه نه برخی از اونها، انجام می شود. البته در پایان کار در یکی از این گزارش ها آمده که ناصر خان قشقایی به اون رابط سازمان سیاه گفته که او وفادار به مصدق است و با مصدق خواهد موند، ولی این کوشش سازمان یافته بوده و حتی جنگ افسار میان عشایر پخش میکنن و این برنامه مشترکی بوده که هم بریتانیا دنبال میکرده و هم ایالات متحده آمریکا، که در میان عشایر جنوب ایران یک نیروی جنگی در واقع به وجود بیاورند. و این خیلی پیش از اون زمانی است که ادعا میکنن که مصدق قانون اساسی رو زیر پا گذارده، مجلس رو لغو کرده، خیلی خیلی پیش از اون هست. باز هم در گزارش دیگری آمده است که خیلی پیش از ماجرای 28 مرداد و خیلی پیش از اینکه ادعا بشود که مصدق فرمان شاه رو نپذیرفته، چون بهانه در این است که به دلیل نپذیرفتن فرمان شاه برای برکناری در واقع او یاغی و شورشی است، در حالی که در گزارشی که در اینجا آمده خیلی روشن میگوید که زاهدی و افسران ناراضی در تدارک کودتا هستند و
تنها دلیلی که این گزارش میگوید که تنها دلیلی که این کودتا انجام نمی شود این است که CIA مطمئن نبوده که بدون پشتیبانی شاه این کودتا می تواند انجام بشود و گزارشگر CIA یا مأمور بررسی سیاست CIA که از مأموران بلندپایه CIA در لندن میگوید که اگر ما دست به این پشتیبانی بزنیم و زاهدی شکست بخورد تمام نیروهای مهم ما در ایران از میان خواهند رفت و ما باید بمانیم تا جایی که شاه رو به سوی خودمون جلب بکنیم تا از یک مشروعیتی در واقع برخوردار بشویم و در اون هنگام شاه علاقمند به این کار نبوده. در جای دیگری از این گزارش ها من اینها رو جسته و گریخته به شما میگویم و هفته آینده اینها رو باز خواهم کرد. در جای دیگری میگوید که پس از دیدار یکی از بلند پایگان نزدیک به سازمان CIA با شاه دریافتند که شاه خیلی پیش از 28 مرداد زیر بار اینکه بخواهد مصدق رو برکنار کند نمی رود و در این گزارش آمده که اما شاهزاده اشرف پهلوی و علیرضا پهلوی اونها طرفدار این هستند و خیلی از اونها به نیکی یاد میکنند. حتی مادر شاه رو میگوید او هم طرفدار چنین کاری است. اینها پیش از 30 تیر خیلی پیش از 30 تیر است که اصرار داشتند که قوام السلطنه نخست وزیر بشود ولی شاه با قوام موافق نبوده. شاه میگفته قوام السلطنه آدم درستی برای این کار نیست و میدانیم که از زمان برگزاری انتخابات برای مجلس مؤسسان شاه با قوام السلطنه میانه خوبی نداشته و قوام هم با شاه میانه خوبی نداشته. و جالب اینجاست که در نوروز سال 1330 درست در نوروز گزارشی است که میگوید از سفارت فرانسه فرستاده شده برای وزارت امور خارجه که تماس با ما گرفتن و ما رفتیم به هتلی و در این هتل با قوام السلطنه دیدار کردیم و قوام السلطنه در این دیدار گفت که او خواهان این است که نخست وزیر بشود و این کار رو تنها در شرایطی انجام خواهد داد که پشتی از پشتیبانی آمریکا برخوردار باشه و در این حال آمریکا از نفوذ خودش استفاده بکنه و شاه رو قانع بکنه که دست قوام رو برای اجرای یک سیاست بسیار قدرتمند سرکوب در ایران پس از نخست وزیری باز بگذاره و دخالت در این کارها نکنه که البته اونها هم گزارش دادن به وزارت امور خارجه و وزارت امور خارجه در این زمینه کاری نکرده. در گزارش ها اختلاف نظر هست بر سر اینکه آیا قوام السلطنه بیشتر شایسته جایگزینی مصدق است یا زاهدی. بیشتر کادرهای بلندپایه سازمان سیاه بر این باور بودند که زاهدی توانایی بیشتری از قوام برای نخست وزیری پس از مصدق دارد و جالب اینجاست که ببخشید جالب اینجاست که در این زمان ما با رویدادهای دیگری روبرو هستیم که متاسفانه امروز فرصت برخورد به اونها نیست. من جزئیات این اسناد رو هفته آینده بیشتر با شما در میان خواهم نهاد. تا هفته آینده روز روزگار بر شما خوش باد.